با سلام، شب و روز شما بخیر. در هر کجای دنیا که هستین به برنامه دیگر از ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدین. من مهران میرزایی هستم. در این برنامه به بررسی انتخابات ریاست جمهوری مصر و اعلام کاندیداتوری ژنرال عبدالفتاح السیسی برای رقابت در این انتخابات خواهیم پرداخت و در همین ارتباط گفتگویی داریم با جمشید چالنگی، روزنامه‌نگار ساکن واشنگتن. همچنین نگاهی خواهیم داشت به حادثه مرگبار کاروان راهیان نور که بار دیگر 6 دانش آموز را به کام مرگ فرستاد و واکنش ها پیرامون آن. گزارشی نیز داریم در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی و واریز یارانه ها در پایان فروردین ماه که علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی ایران آن را هفته گذشته اعلام کرد. پایان هفته گذشته عبدالفتاح السیسی که تاکنون وزارت دفاع و فرماندهی کل قوای نظامی مصر را بر عهده داشت، به طور رسمی نامزدی خود را برای احراز مقام ریاست جمهوری اعلام کرد. انتظار می‌رود این ژنرال عالی رتبه پیروز انتخابات ریاست جمهوری آینده مصر شود. ارتشبد عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر شامگاه چهارشنبه 6 فروردین ماه در پیامی تلویزیونی گفت: امروز آخرین روزی است که لباس نظامی به تن می کنم، پس از آنکه تصمیم گرفتم به مأموریتم به عنوان وزیر دفاع پایان دهم. عمر خود را به عنوان سربازی در خدمت وطن گذراندم، در خدمت آمال و آرزوهایش، و به امید خدا این راه را ادامه خواهم داد. مطابق قانون اساسی مصر تنها غیر نظامیان اجازه دستیابی به عالی‌ترین مقام سیاسی این کشور را دارند. السیسی افزود: سالهای اخیر از عمر وطن نشان می‌دهد که هیچ کس بدون خواست و اراده مردم نمی‌تواند رئی جمهور این کشور شود. هیچ کس نمی‌تواند مسیحا را مجبور به انتخاب رئی جمهوری کند که او را نمی خواهند. من با تمام تواضع به شما می گویم که قصد دارم برای ریاست جمهوری مصر نامزد شوم. این تایید شماست که چنین افتخار بزرگی را به من خواهید بخشید. او با اقرار به این که ما به عنوان مسیحا مأموریت بسیار سنگینی بر دوش داریم، از چالش های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی موجود در مصر سخن گفت. ژنرال السیسی با بیان اینکه مسیحا مستحق زندگی با کرامت، امنیت و آزادی هستند، به حرکت و به فعالیت برای به دوباره راه انداختن چرخ تولید برای نجات وطن از خطرهای حقیقی و با ستاندن حاکمیت ملی و هیبت آن و ساخت کشور را مسئولیت اصلی مسیحا عنوان کرد. با سازی سازمان‌های کشور که از وضعیت نابسامان در نتیجه لرزش‌های مکرر رنج می‌برند، یکی دیگر از وظایفی است که به گفته السیسی بر دوش مسیحاست. شورای عالی نیروهای مسلح مصر با حضور تمام اعضایش و همچنین عدلی منصور رئیس جمهوری موقت این کشور در ساختمان وزارت دفاع چهارشنبه تشکیل جلسه داده بود. این خبر را سخنگوی ارتش مصر در صفحه رسمی فیسبوک خود اعلام کرده بود. عبدالفتاح السیسی در این جلسه عزم خود را برای استعفا از وزارت دفاع به عنوان مقدمه‌ای برای نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری به اطلاع حاضران رساند. پس از آن استعفا در اختیار رئیس جمهوری قرار گرفت. سایت روزنامه الاهرام گزارش داده است که السیسی پیش از آغاز جلسه وسایل شخصی خود را از دفتر کارش جمع کرده بود. از سوی برابر اعلام ایهاب بدوی، سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر، عدلی منصور رئیس جمهوری موقت این کشور
در جلسه شورای عالی نیروهای مسلح دستور ارتقای رتبه نظامی سپهبد صدقی صبحی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح مصر را به ارتشبدی صادر کرد. السیسی پیش از این بر عزم خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مصر تأکید کرده بود و گفته بود که نمیتواند به خواست شمار زیادی از مصری‌ها پشت کند. السیسی برای نامزدی میبایست از دولت استعفا داده و نظامی بودن را کنار بگذارد. وی در افکار عمومی مصر محبوبیت زیادی دارد و شانس رئیس جمهوری شدنش هم بسیار بالاست. شایان ذکر است که کمیسیون عالی انتخابات مصر روز یک شنبه آینده در کنفرانسی خبری جدول زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری مصر را اعلام خواهد کرد. زمان ثبت نامزدهای انتخابات روز 10 فروردین ماه آغاز خواهد شد. رئیس جمهوری جدید مصر باید تا ماه ژوئن انتخاب شود، اما هنوز زمان معینی برای روز انتخابات در نظر گرفته نشده است. قرار است کمیسیون انتخابات مصر در روزهای آینده و تا پیش از ماه آوریل تاریخی برای برگزاری انتخابات تعیین کند. در حالی که اکثر گروه‌ها و شخصیت‌های بارز مصری از نامزدی عبدالفتاح السیسی برای انتخابات ریاست جمهوری استقبال کردند، گروه اخوان المسلمین نسبت به بروز ناآرامی در این کشور در دوره سیسی هشدار داد. حزب النور وابسته به سلفی‌های مصر از نامزدی السیسی استقبال کرد. جلال مره دبیرکل حزب النور گفته است که السیسی به عنوان یک شهروند وطن دوست و یکی از فرزندان شریف مصر حق دارد که خود را برای تصدی پست ریاست جمهوری این کشور در چنین شرایط تاریخی نامزد کند. وی تأکید کرد که مصر برای بازگشت به جایگاه اصلی خود در منطقه و جهان نیازمند همبستگی مردم این کشور است. در همین حال جنبش تمرد با انتشار بیانیه‌ای از کاندیداتوری السیسی در انتخابات آینده ریاست جمهوری مصر حمایت کرده و گفته است که موضع این جنبش به طرفداری حمایت اکثریت مردم مصر نسبت به السیسی اتخاذ شده است. از سوی دیگر گروه اخوان المسلمین نسبت به نامزدی السیسی هشدار داد. ابراهیم منیر یکی از رهبران این گروه در یک تماس تلفنی از لندن اظهار داشت در سایه ریاست جمهوری السیسی مصر ثبات و امنیت نخواهد داشت. حمدین صباحی که پیشتر نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام کرده بود با قرار دادن نوشته‌ای بر روی صفحه توییتر خود از اقدام السیسی استقبال کرد. وی خواستار انتخاباتی شفاف و آزاد در کشور شد. در همین زمینه گفتگویی داشتم با جمشید چالنگی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و از ایشان پرسیدم پیامدهای نامزدی ژنرال عبدالفتاح السیسی بر روند دموکراسی مصر چطوره؟ تردیدی نیست که برای رسیدن به دموکراسی در هر کشوری مقدمه بر دموکراسی، یعنی دموکراسی به معنی درست کلمه، نه اینکه دموکراسی خلاصه بشه به صندوق رأی و آرایی که به صندوق ریخته میشه حتی اگه درست شمرده بشه. این معنی کامل دموکراسی نیست. دموکراسی نیازمند مقدمتا امنیت هست، امنیت اجتماعی هست، امنیت سیاسی هست، بدین معنی که اگه در یک جامعه امنیت سیاسی و اجتماعی نباشه و بقیه زمینهای مربوطه میتونه هر کسی رأی واقعا با آزادی کامل به صندوق بریزه، اما تحت تأثیر عوامل پنهان و آشکار دیگه‌ای باشه که ناشی از عدم امنیت هست. در کشورهایی مثل مصر و کشورهایی که دچار بحران هستند فقط ریختن رأی به صندوق آرا این نمودار دموکراسی نیست. بنابراین اون چیزی که مصری ها تشخیص دادن
طالب بودن. پس از رویدادهای این کشور در دو سه سال اخیر نیازمندی اونها به امنیت هست. انتخاب آقای سیسی، جنرال عبدالفتاح از سیسی به ریاست جمهوری یا در همین مرحله نامزدی ایشون برای ریاست جمهوری طبعا رقبایی هم خواهد داشت بدون هیچ تردید، نشون دهنده تمایل مصری ها هست برای دست یافتن به امنیت که گام اساسی و زمینه اساسی هست برای رسیدن حرکت در مسیر رسیدن با هدف دموکراسی هستش. مصری ها گفتن نداره که در اثر رویدادهای اخیر به خصوص در دوران یک ساله اخوان المسلمین امنیت اجتماعی و سیاسی خودشون رو به طور نسبتاً گسترده از دست دادن، امنیت اقتصادیشون رو نیز از دست دادن به خاطر کاهش توریسم، درآمد ملی مصر کاهش پیدا کرد به طور بسیار بسیار آشکاری. در نتیجه فارغ از اعتقادات مذهبی که اکثریت مردم مصر مسلمان بودند و اکثریت اونها هم به اخوان المسلمین رأی دادن، دیدن که حکومت در اون مسیری که میخواد حرکت نمیکنه، اون چه رو که داشت ازش گرفت از بین برد، مقدم بر همه اون چی که از دست داد همین امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بود. این بود که به طور سمبولیک آقای عبدالفتاح از سیسی، جنرال از سیسی رو مصری‌ها تمایل نشون دادن برای اینکه به صحنه بیاد، ادامه اقداماتی رو که آغاز کرده پی بگیره و برقراری اون چی که مهم هست برای مصری‌ها، نه تنها در دراز مدت شاید این باشه دموکراسی، نه تنها امنیت اقتصادی اجتماعی هست بلکه امنیت سیاسی هم هست. به همین دلیل هست که شاید میبینیم احزابی که مخالفه نقش نظامی ها در صحنه سیاسی بودن، مثل حزب چپگرای تجمع نیز از نامزدی آقای السیسی حمایت کردن. سخنگوی این حزب آقای نبیل زکی رسما استقبال کرد از نامزدی جنرال السیسی. به طور خلاصه این که بله، در صورت که امنیت در مصر برقرار بشه که مصری ها امید دارن با ریاست جمهوری جنرال السیسی برقرار خواهد شد، این خواهد بود که میشه قابل تصور هست که مصر در مسیر درستی به سوی دموکراسی پیش خواهد رفت، به شرطی که شاهد گام های بعدی در این زمینه باشیم بر اساس سخنانی که جنرال السیسی گفته و همینطور سخنگوی جنرال السیسی آقای عمر موسا که عملا به عنوان سخنگوی ایشون عمل کرد در مرحله نخست. تأثیر مخالفت اخوان المسلمین بر روند کاندیداتوری السیسی و انتخابات مصر چطور هستش؟ و اما این پرسش خوبی است، اینکه اخوان المسلمین طبعا ساکت نخواهد نشست، طبعا به اقدامات خودش که تاکنون ادامه داده، از جمله عملیاتی که از طرف دولت مصر عملیات تروریستی خونده شده با همه معیارهایی که میشناسیم، بسیاری از این عملیات عملیات تروریستی بوده، عملیات بمبگذاری در این سو و آن سو، حمله به مراکز دولتی، حمله به مراکز پلیس، حمله به مراکز اقتصادی که توسط هواداران و اعضای اخوان المسلمین انجام شده. اما نکته اساسی این هستش که در میون اکثریت مردم مصر عملا اخوان المسلمین پایگاهی رو که حتی پیش از انقلاب‌های پیاپی مصر در میون مردم به نظر می‌رسید داشت از دست داده. چرا که باز برگردم به همین نکته که اکثریت مردم مصر مسلمان هستند و اخوان المسلمین رو به این جهت حمایت میکردند که تصور بر این بود که برنامه عملی برای بهبود وضعیت اقتصادی اونها داره، اما دیدن در همون یک ساله اخوان المسلمین لقمه نانی هم که بر سفره بود به دلایلی که اشاره شد از میان رفت. اینه که مسلمان بودن به جای خود باقی ماند، آنچه که رفت اخوان المسلمین بود. اخوان المسلمین طبعا آرام نخواهد نشست، ادامه خواهد داد،
اما به نظر میرسه که دولت آینده مصر در صورت انتخاب جنرال السیسی با قاطعیت بیشتری برای سرکوب تروریسم در مصر عمل خواهد کرد. این رو هم همینجا بگم که رسانه های خبری مصر امروز خبر دادن که نشانه های از دخالت یا دست داشتن سازمان فلسطینی حماس در عملیات تروریستی اخیر در سینا کشف شده، به نقل از منابع نظامی که ازشون نام نبردن این خبر رو منتشر کردن. در صورت انتخاب آقای سیسی به عنوان ریاست جمهوری چه تأثیری در روند سیاست خارجی کشور مصر اتفاق میافته؟ یک نکته که قابل توجه هست چرخش سیاست خارجی مصر هست. در پاسخ به این پرسش شما که چه آینده‌ای در این زمینه پیش بینی میشه، چرخش سیاست خارجی مصر در صورت انتخاب جنرال السیسی از همین الان کم و بیش آشکار هست، با سفری که جنرال السیسی به مسکو داشته، با رویگردانی از واشنگتن، رویگردانی نسبی به خاطر اونچه که جنرال السیسی و حامیان اون معتقد بودن، یعنی حمایت واشنگتن دولت اوباما از اخوان المسلمین و ادامه این حمایت و تأکیدی که بر ابقای اخوان المسلمین بر مسند قدرت در مصر داشت، زمینه رویگردانی نسبی قاهره رو از واشنگتن فراهم کرد و روی آوردن به مسکو برای تأمین منابع تسلیحاتی خودش، نظامی خودش. خب به هر حال متحد بهتری یافته جنرال السیسی به اعتقاد بسیاری از مصری ها، چون این هست یا دست کم اطرافیان جنرال السیسی، این در سفر ایشون در مقام وزیر دفاع مصر و فرمانده کل ارتش مصر به مسکو این موضوع بارها مطرح شد. چون این چرخشی در سیاست خارجی مصر قابل پیش بینی است در صورت انتخاب جنرال عبدالفتاح السیسی، در نتیجه پیامدهای چون این چرخشی هم در منطقه باید مورد توجه قرار بگیره، از این بابت که مصر به هر حال به طور سنتی نقش بزرگی در سیاست منطقه‌ای داشته، در سیاست خاورمیانه داشته، در روند مسائل و مشکلات و صلح و جنگ اعراب و اسرائیل داشته. این نقش به مدت 2-3 سال هست به خاطر رویدادهای اخیر متوقف شده، اعمال نمیشه، اما پیش بینی میشه در صورت بازیافتن امنیت، در صورت بازیافتن مسیر رو به دموکراسی در مصر، این نقش دوباره به صورت قدرتمندتر اعمال بشه و عرضه بشه و دیده بشه در عرصه منطقه‌ای، در عرصه خاورمیانه، در عرصه مشاکل و مشکلات اعراب و اسرائیل و مسئله فلسطین، چون موضوعی قابل پیشبینی هست. با سپاس از آقای جمشید چالنگی از واشنگتن که با ما همراه بودن. یک روز پس از وقوع پنجمین حادثه مرگبار در کاروان راهیان نور که منجر به کشته شدن 6 دانش آموز شد، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سفر به خوزستان از عملکرد این کاروان ها تقدیر کرد و خواهان ادامه این سفرها شد. کاروان های راهیان نور هر سال دانشجویان و دانش آموزان را از نقاط مختلف ایران به بازدید از مناطق جنگی میبرد. این سفرها تا کنون تلفات بسیاری بر جای گذاشته است. درست یک روز قبل از سفر خامنه ای به این مناطق و حضور او در جمع کاروان راهیان نور، یک اتوبوس این کاروان که حامل دانش آموزان بود در استان خوزستان واژگون شد و 6 نفر از دانش آموزان کشته شدند. آقای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در سفر نوروزی خود به مناطق جنگی در جمع مسافران کاروانهای راهیان نور در آبادان سخنرانی کرد. وی بر لزوم ادامه این سفرها تأکید کرد و آنها را راهی برای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره کشته شدگان جنگ ایران و عراق دانست. خامنه ای حضور گروه های مختلف مردم در مناطق عملیاتی دوران جنگ ایران و عراق را در ایام تعطیلات نوروز و همچنین در طول سال اقدامی پسندیده، صحیح و عاقلانه دانست.
وی همچنین از گروه‌های مختلف مردم که در قالب کاروان‌های راهیان نور در مناطق جنگی حضور پیدا می‌کنند قدردانی کرد. خامنه‌ای با تأکید مجدد بر حفظ آثار جنگ ایران و عراق گفت جبهه دشمنان نظام اسلامی، یعنی همین دولت‌های اروپایی و دولت آمریکا، با دادن امکانات و تجهیزات جدید و پیشرفته به رژیم بعثی صدام او را به ادامه جنگ تشویق می‌کردند و همین مسئله باعث شد جنگ تحمیلی 8 سال به طول انجامد. رهبر جمهوری اسلامی ایران به کسانی اشاره کرد که می‌خواهند یاد دوران جنگ از ذهن مردم پاک شود و آنان را بدخواهان ملت ایران دانست که به گفته او تلاش می‌کنند فداکاری‌های دوران دفاع مقدس و شخصیت‌های نقش‌آفرین آن از یاد بروند و قصد دارند از خودگذشتگی‌های آن دوران را تقطعه کنند. خامنه‌ای دوران جنگ را نمونه بارز ایستادگی ملت ایران و جوانان کشور بر سر آرمان‌ها و مقابله با جبهه کفر و استکبار دانست و تأکید کرد که یاد این دوران باید همواره زنده نگه داشته شود. سفر علی خامنه‌ای به خوزستان و مناطق جنگی در شرایطی صورت گرفته که حسن روحانی در اقدامی کم سابقه به عنوان رئیس جمهوری شمال ایران را برای گذراندن تعطیلات نوروزی خود انتخاب کرد. همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی هم در سفری نوروزی به جزیره کیش رفت. هاشمی پس از گذشت حدود 5 سال نوروز امسال به کیش رفت که البته روز گذشته سخنرانی او توسط تندروها به اغتشاش کشیده شد. نخستین سفر رهبر جمهوری اسلامی به مناطق جنگی در زمان محمد خاتمی آغاز شد و در دوران احمدی نژاد این سفرها تا حدودی به حاشیه رانده شد. اما وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت تصمیم دولت این است که قیمت حامل‌های انرژی را با شیب بسیار ملایم افزایش دهد. علی طیب‌نیا همچنین با هشدار به کسانی که درآمد بالایی دارند از آنها خواست برای گرفتن یارانه‌ها ثبت نام نکنند. 20 فروردین ماه زمان پر کردن فرم درخواست یارانه‌های نقدی است که تا پایان این ماه ادامه دارد. دولت امیدوار است با توجه به کسری بودجه‌ای که در زمینه یارانه‌ها دارد با ثبت نام مردم و انصراف ثروتمندان بتواند به نیازمندان یارانه بدهد. خبرگزاری ایرنا گزارش داد علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی گفته است تصمیم دولت این است که قیمت حامل‌های انرژی را با شیب بسیار ملایم افزایش دهد تا تأثیر منفی روی دستاوردهای مثبت دولت نداشته باشد. طیب‌نیا گفته قانون بودجه به دولت اجازه می‌دهد تا حدود 20 هزار میلیارد تومان درآمد اضافی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست آورد و ادامه داده با توجه به شرایط کشور یعنی تورم رکودی که سالهای گذشته با آن مواجه بودیم دولت تصمیم دارد قیمت حامل‌های انرژی را با شیب ملایم افزایش دهد. منابع حاصل از افزایش بهای حامل‌های انرژی تاکنون کمتر از یارانه‌های پرداختی بوده و سهم تولید و بهداشت را که در این قانون در نظر گرفته شده تامین نکرده است. در قانون هدفمندی یارانه‌ها به دولت اجازه داده شده بهای حامل‌های انرژی را به مرور افزایش داد و قیمت بنزین و گازوئیل را به سطح بهای کشورهای خلیج فارس برساند. با در نظر گرفتن سقوط ارزش ریال در 2-3 سال گذشته با این روش بهای هر لیتر بنزین می تواند به حدود 3000 تومان برسد. دولت نگران تأثیر نامطلوب چنین افزایشی بر اوضاع اقتصادی کشور و فعالیت‌های تولیدی است. وزیر امور اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود هم گفته است دولت در زمینه مقابله با تورم توفیقات چشمگیری داشته است. طیب‌نیا با بیان اینکه تورم ماهانه در بهمن ماه 2 سال پیش 5.1% بود گفته است این رقم در سال 92 به 0.4% رسید و بر اساس آمار مرکز آمار ایران به 0.1% رسید که یک توفیق بسیار چشمگیر است. طیب‌نیا گفته است این ارقام نشان می‌دهد دولت در زمینه انضباط مالی، پولی و کنترل تورم توفیقات قابل ملاحظه‌ای داشته است. و با بیان اینکه در خصوص مقابله با شرایط رکودی هم آثار و علائم مثبتی را شاهدیم توضیح داده در پرتو اعتمادی که مردم به دولت پیدا کردند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز در حال افزایش است که نوید روزهای خوب را در آینده می‌دهد.
آقای طیب نیا ادامه داده است با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم و اولویت دولت برای مقابله با رکود، ایجاد اشتغال و مقابله با تورم، تصمیم گرفتیم افزایش قیمت حامل‌های انرژی بسیار ملایم باشد تا کمترین اثر سور را روی متغیرهای هدف ایجاد کند که فهرست و زمان اجرای آن اعلام خواهد شد. وزیر اقتصاد سپس به موضوع یارانه ها پرداخت که قرار است اجرای مرحله دوم آن از 20 فروردین ماه سال جاری آغاز شود. آقای طیب نیا گفته است اطلاعاتی که دولت در اختیار دارد در مورد درآمدهای طبقات پردرآمد است و اکنون در شرایطی هستیم که اطلاعات نسبتاً قابل قبولی در خصوص دهک های درآمدی بالای جمعیت داریم. وی تصریح کرد اگر کسانی که واقعا درآمد بالا دارند ثبت نام کنند، این امکان برای دولت وجود دارد که در مرحله بعدی آنها را شناسایی و حذف کند. وی گفته است اما ترجیح دولت این است که این کار از طریق خود مردم و به صورت داوطلبانه انجام شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی درباره سیاست دولت برای انصراف طبقات پردرآمد از دریافت یارانه نقدی گفته است این حکم قانون بودجه سال 93 است که منتشر شده و تبصره 20 آن دولت را مکلف کرده که از افراد متقاضی ثبت نام کند. به بیان اینکه در بودجه 93 نیز برای کسانی که نیازمند نیستند و برای دریافت یارانه ثبت نام می کنند جریمه در نظر گرفته شده گفته است در واقع دولت منویات مجلس را پیاده می کند. پرسشنامه‌های خوداظهاری یارانه‌ها قرار است از 20 تا 29 فروردین ماه توزیع شود. دولت به تازگی اعلام کرده که نام‌نویسی درخواست دهندگان و ارائه فرم‌های مربوطه بر اساس شماره ملی افراد خواهد بود. قرار است ثبت نام متقاضیان در شهرها از طریق اینترنت و در روستاها با مراجعه به مراکزی چون دفاتر خدمات پست، شورای اسلامی محلی، بخشداری‌ها و مراکز کمیته امداد و بهزیستی انجام شود. دولت ثبت نام برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به صورت خوداظهاری و ویژه کسانی اعلام کرده که خود را نیازمند دریافت یارانه نقدی می‌دانند. مسئولان امیدوارند با این روش از شمار یارانه بگیران بکاهند. نشست گروه 8 در سوچی برگزار نخواهد شد و احتمال تعلیق دائمی روسیه از عضویت در گروه 8 نیز بسیار است. قرار بود اجلاس گروه 8 ماه ژوئن سال جاری در سوچی روسیه برگزار شود که حال اعضای G7 تصمیم گرفتند تا اجلاس این گروه در بروکسل را جایگزین نشست سوچی کنند. روسیه عدم برگزاری نشست G8 را به لامانه دانسته و در این حال گفته است که اصراری بر ماندن در گروه 8 ندارد. 7 کشور صنعتی تصمیم گرفتند به جای شرکت در نشست سران گروه 8 در سوچی روسیه با حذف مسکو نشست سران گروه 7 را در بلژیک برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اعضای گروه 7 که شامل کشورهای آمریکا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه، ایتالیا و کانادا است، به درخواست رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست امنیت هسته‌ای در لاهه با یکدیگر دیدار کردند و تصمیم گرفتند تا در اجلاس گروه 8 که روسیه را نیز شامل می‌شود شرکت نکنند. اعضای گروه 7 همچنین پس از دیدار در حاشیه نشست امنیت هسته‌ای لاهه و گفتگو درباره بحران اوکراین و وضعیت کریمه در بیانیه‌ای اعلام کردند در صورتی که روسیه نتواند از شدت تنش‌ها در اوکراین بکاهد، آماده‌اند تحریم‌ها علیه مسکو را افزایش دهند. در این بیانیه آمده است اگر روسیه همچنان تنش‌ها را افزایش دهد، ما آماده‌ایم اقداماتی نظیر اعمال تحریم‌های هماهنگ علیه بخش‌های اقتصادی مختلف روسیه را به اجرا بگذاریم. این تحریم‌ها تأثیر بزرگی بر اقتصاد روسیه خواهد داشت. این بیانیه می‌افزاید تا زمانی که روسیه در رویکرد خود تغییر ندهد و فضا و امکان برگزاری نشست معناداری میان اعضای گروه 8 فراهم نشود، حضور ما در گروه 8 را به حال تعلیق در می آوریم. در واکنش به این اظهارات، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که در لاهه حضور دارد گفته است اگر اعضای غربی این گروه بر این باورند که گروه G8 به اهداف خود رسیده و دیگر نیازی به وجودش نیست، روسیه اصراری بر زنده نگه داشتن این گروه ندارد. وی افزوده است G8 یک انجمن غیر رسمی است. کسی برای حضور در آن کارت و عضویت دریافت نکرده و هیچ کس را نیز نمیتوان از این گروه بیرون انداخت. در همین راستا خبرگزاری های روسیه از دیدار وزیر خارجه این کشور با وزیر خارجه اوکراین در لاهه گزارش دادند.
به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف به درخواست وزیر خارجه اوکراین در حاشیه اجلاس امنیت هسته‌ای با او گفتگو کرد. وزیر خارجه اوکراین اندکی پیش از این دیدار در کنفرانس خبری گفته بود خواستار ملاقات با لاوروف است تا ببیند چگونه میتواند بحران جاری را به طور مسالمت‌آمیز حل کند. او تاکید کرده بود که اوکراین کرمی را به روسیه واگذار نخواهد کرد و خواهان بیرون بردن نیروهای روسیه از این شبه جزیره است. در رویداد دیگر گزارش‌ها حاکی است که اوکراین امیدوار است ظرف چند روز آینده مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه علیه روسیه صادر کرده و الحاق کرمه به این کشور را بی اعتبار بخواند. پیشنویس این قطعنامه که نسخه از آن در اختیار آسوسییتد پرس قرار گرفته است، در اختیار 193 عضو مجمع عمومی قرار گرفته است. به گفته آسوسییتد پرس در این پیشنویس نامی از روسیه نیامده، اما از تمام کشورهای عضو خواسته شده است تا هیچ گونه تغییر در وضعیت کرمه را نپذیرند. این پیشنویس همچنین از افراد درگیر در بحران اوکراین خواسته است تا هرچه سریعتر راه حلی صلح‌آمیز برای این تنش بیابند. انتظار می‌رود این قطعنامه روز پنجشنبه 7 فروردین ماه در جریان نشست مجمع عمومی به رأی گذاشته شود. بحران الحاق کرمه به روسیه بزرگترین تنش مابین غرب و روسیه پس از جنگ سرد است. سران کشورهای اروپایی و همچنین ایالات متحده آمریکا در واکنش به الحاق کرمه به خاک روسیه، عده‌ای از سران روسیه را مشمول ممنوعیت سفر کرده و اموال آنها در بانک‌های غربی را مسدود ساختند. روسیه این اقدام اروپا را بی اهمیت و غیر قانونی دانسته است. غرب همچنین روسیه را تهدید کرده که اگر از رویه فعلی خود در اوکراین دست بر ندارد، با تحریم‌های بیشتر و جدی‌تری روبرو خواهد شد. در همین راستا وزارت خارجه روسیه هم اعلام کرده در اقدامی متقابل 13 مقام کانادایی را تحریم کرده است. کانادا پیش از این اعلام کرده بود در واکنش به اقدامات روسیه در اوکراین 13 مقام روس و یک بانک این کشور را تحریم می‌کند. به گفته وزارت خارجه روسیه، تحریم شدگان شامل مشاوران نخست وزیر کانادا و شماری از نمایندگان پارلمان این کشور می‌شوند. اما در پی سرنگون کردن یک جنگنده نظامی سوریه توسط نیروهای هوایی ترکیه، دو کشور دیگری را متهم به نقض حریم هوایی خود کردند. در این رابطه مقامات ترکیه در دو روز گذشته با هدف آگاهسازی جامعه جهانی جزئیات این عملیات را در اختیار سازمان‌های بین‌المللی قرار دادند. مهستان بختیاری از ترکیه گزارش می‌دهد. آقای عبدالله گل ریاست جمهوری در واکنش به انهدام یک فروند هواپیمای نظامی سوریه توسط نیروی هوایی ترکیه گفتند که نیروهای مسلح ترکیه موظف هستند که در دفاع از مرزهای این کشور به وظیفه خودشون عمل بکنند و به ویژه بعد از نارامی‌های اخیر در سوریه نیروهای مسلح ترکیه در هوا، زمین و دریا به حالت آماده باش در آمدند. همونطور که میدونیم روز یک شنبه نیروی هوایی ترکیه یک فروند هواپیمای میگ 23 سوریه رو در منطقه مرزی دو کشور مورد حمله قرار داد که منجر به انهدام و سقوط این هواپیما شد. وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه اعتراض شدیدی داشت نسبت به این موضوع و عنوان کرد که به هیچ وجه این هواپیما حریم هوایی ترکیه رو نقض نکرده، بلکه این هواپیما مشغول یک عملیات نظامی در منطقه لازقیه بر علیه نیروهای مخالف دولت بوده. اما مقامات ترکیه میگن که این هواپیما زمانی که به 10 مایلی مرز ترکیه در منطقه ختای رسیده بوده 4 اخطار رو دریافت کرده بود، ولی متاسفانه بدون توجه به این اخطارها حدود 2.5 کیلومتر وارد خاک ترکیه شده و حریم هوایی این کشور رو نقض کرده که با واکنش متقابل نیروی هوایی ترکیه مواجه شده. اونطور که گفته شده این هواپیما بعد از انهدام در منطقه کسب، روستای کسب سوریه سقوط کرده. نخستین واکنش رو نسبت به این موضوع آقای رجب طیب اردوغان داشتن، واکنش نسبتاً تندی هم داشتن. آقای اردوغان گفتن که بعد از این با سیلی محکمتری از سوی ما روبرو خواهید شد. البته این موضوع رو هم بگیم، پیشتر بویژه بعد از نارامی‌های 2-3 سال گذشته در سوریه، آقای اردوغان بارها نسبت به این موضوع، یعنی نقض حریم هوایی ترکیه توسط نیروی هوایی سوریه، هشدار داده بودند.
همینطور آقای عصمت یلماز وزیر دفاع ترکیه هم گفتند که عزم نیروهای مسلح ترکیه در دفاع از مرزهای این کشور موضوعی نیست که دیگران بخوان اون رو به آزمون بگذارن. البته همونطور که گفتیم مقامات سوری به شدت این موضوع رو تکذیب میکنن. شاید در مقابل این تکذیبی ها بوده که مقامات ترکیه هم ظرف 48 ساعت گذشته سعی کردن که جزئیات بیشتری از این موضوع رو در اختیار سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی قرار بدن. از جمله آقای داوودوغلو وزیر امور خارجه تماس‌های تلفنی داشتن با آقای بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد و آقای فوگ راسموسن دبیرکل سازمان ناتو و جزئیات بیشتری از این موضوع رو در اختیار اونها قرار دادن. همینطور آقای خالد چوبک نماینده ویژه ترکیه در سازمان ملل متحد طی نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد قید کرد که آنچه که نیروی هوایی ترکیه انجام داده در واقع بر طبق موازین بین المللی بوده. این موضوع رو هم بگیم که بعد از سال 2012 به این سو این دومین هواپیمای سوری هستش که توسط نیروی هوایی ترکیه سرنگون میشه. همونطور که گفتیم بارها به ویژه بعد از نارامهای اخیر در سوریه دولت ترکیه هشدارهای جدی رو داده بود به مقامات سوری در مورد نقض حریم هوایی این کشور. بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردین. اگر موفق به دیدن پخش زنده این برنامه نشدین، میتونین این برنامه رو در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنین و از همین طریق و همچنین ایمیل ما که الان بر روی صفحه ظاهر شده میتونین نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارین. تا برنامه دیگر، بدرود.